سلام دوستان، حالتون چطور؟ امیدوارم که خوب باشید. خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه با من. امروز اومدم در مورد دومین جلسه دادگاهی آقای امیر تتلو باهاتون صحبت کنم و یه سری احتمالات حالا یه نگاهی بهشون بندازیم. اون موقع که یه سری ازتون میومدین میگفتین امیر تتلو نمیدونم میاد ایران، آزاد میشه، فلان میشه، میخواد توبه نامه بنویسه و توی ایران کنسرت بذاره و کلی داستان های دیگه. ما اومدیم بهتون گفتیم این داستانی که شما میگین آقا اینطوری نیست. جمهوری اسلامی حتی اگه با این آقا هم بسته باشه، حتی اگه پشت این آقا هم باشه، نمیتونه بیاد اینو آزاد کنه توی ایران، توی کشور واسه خودش راست بچرخه. چرا؟ چون ما همین الانش هم واسه کارهای دولتی، واسه دولت ما تتو ممنوعه. حتی تو اینجا هم یه تتو ریز داشته باشی نمیذارن که پیشرفت کنی، نمیذارن به اونجا برسی. چرا؟ چون به این اعتقاد دارن که حرامه و مشکل اعصاب و روان واسه آدم حتی میزنن که مشکل داره یا تتو داره. اوکی، از این لحاظ ما گفتیم چرا باید بیان اینو ول کنن توی کشور واسه خوش بچرخه، آزاد آزاد گل بکشه، فلان کنه، ال کنه، بکنه. خب این کارو نمیکنن مسلما. اگه واسه ما نبوده خب چرا باید واسه این باشه؟ اوکی، ما داریم میگیم اگه این آزاد بشه قطعا واسه ما هم آزاد میشه. پس این یه طرف قضیه. یه طرف دیگه قضیه اومدین نوشتین که گفتین آره میخواد توبه کنه، میخواد ازدواج کنه، بچه دار بشه، فلان کنه، ال کنه. نمیشه. این آقا صلاحیت بچه دار شدن رو نداره، صلاحیت ازدواج کردن رو نداره، نمیتونه تشکیل خانواده بده. اوکی، حالا روزی که نمیدونم سلامتیشو کامل به دست بیاره و خیلی همه چی روال باشه، اوکی باشه، آره اون موقع شاید، موقعی که به بیمارستان بستری بشه و یه دوره درمانی رو بگذرونه، اون موقع خیلی خوب میتونه سلامتیشو به دست بیاره و تشکیل خانواده بده. ولی الان نه. چرا الان نه؟ چون این آدم ما دیدیم، خیلیاتون اومدین گفتین 90%تون 90% آدمای توی ایران اومدین گفتین نه شما دروغ میگین، این اینطوری میکنه، اون اونطوری میکنه، این اصلا اینطوری نیست، نمیدونم این به هیچ کی آسیب نمیزنه، این وگنه، دستور مرگ نمیده، این وگنه، پشه رو نمیکشه، شما رو اینطوری نکرده، شما دروغ میاره. آقا ما اومدیم از هر چی گفتیم، سند و مدرک واسهتون آوردیم، شاهد واسهتون آوردیم، هزاران نفر اومدن صحبت کردن، شما باز گفتین نه اینطوری نیست، نمیشه، همچین چیزی امکان نداره، دروغ دارین میگین. و این داستانو ما هم پروندهشو بستیم، گفتیم باشه، در موردش هم هیچ صحبتی نکردیم. اومدیم چند تا از آدما رو جمع کردیم، چند تا بچه‌ها رو جمع کردیم، کسایی که بهشون حالا آسیب رسیده بود از این طرف یا هر داستان دیگه بود، جمعشون کردیم. خیلی هاشون اومدن واسه تون صحبت کردن، مدرک واسه تون آوردن، فلان آوردن، بازم باور نکردین. اوکی، امیر تتلو اومد ایران، حالا به خاطر یه سری داستان ها، یه سری پرونده ها اینو انداختن داخل، اومدین نظری دادین، نمیدونم نظر کردین و کمپین تشکیل دادین واسه دفاع ازش و جنگل واسهش درست کردین و فلان کردین، بازم ما گفتیم اشکال نداره، طرفدارشین، هوادارشین. چرا یه سریاتون میاین میگین امیر تتلو خداست، امیر تتلو با ایران بسته و همین الانش هم بیرونه؟ خیلیاتون دارین میگین دیگه، من دارم تو رسانه ها میخونم که امروز میگن دومین جلسه دادگاهش تشکیل شده، امروز چندومه، پنجم، ششم، اردوبهشت پنجمه یا چهارمه، نمیدونم، امروز دومین جلسهش تشکیل شده که توی یکی از عکس‌ها وایساده داره نماز میخونه، دستاشو اینطوری گذاشته اینجا داره نماز میخونه. تو مگه همونی نبودی که اومدی نمیدونم توی آهنگ جهنم تو، آهنگ حرمسرا و آهنگ نمیدونم تازیانه و اینا هرچی دهنت در اومد به اذان و اذانگو خدا گفتی؟ مگه تو همونی نبودی که اومدی این کارا رو کردی؟ چجوری تا دیروز آدم بده بودی، حرف میزدی بهشون، فلان میکردی، الان شدی چوب دو سرگویی، از این ور میای خواهی مالیشون رو میکنی؟ البته نمیخوام حرف بدی بزنم، نمیخوام فوش بدم توی این ویدیو هم جدیدا، اگه ببینین من خیلی وقت دیگه فوش میدم توی ویدیو هم. اوکی، این ادبمو میرسونه، من یه تایمی بلدم، همین الانش هم بلدم بی ادب باشم. چرا اون موقع فوش میدادم؟ چون شما خیلی با من بد صحبت کردی، حق من این نبود که شما بخواید اینطوری با من برخورد کنید، با من که دختر کشورتون بودم، با من که
با هزاران چیز جنگیدم، با هزار تا داستان جنگیدم، با هزار تا داستان کنار اومدم، خیلی چیزا رو خواستم حل کنم و شما اومدین با من بد رفتاری کردین، با من بد حرف زدین. چه انتظاری دارین؟ چرا من نباید بهتون فحش میدادم؟ از این داستان ها هم بگذاریم، اصلا کاری با این داستان ها ندارم. و داستان آقای امیر تتلو داشتم اینو بهتون میگفتم که یه سریاتون اومدین گفتین آره این آزاد میشه، کنسرت میذاره، فلان میذاره، این میذاره. من هنوزم با یه سری صحبت میکنم، یارو میگه، میگه تتلو خداست، تتلو انقدر به اون دانایی و توانایی ها و قدرت های خودش رسیده و ازشون آگاهه که اون خداست، که ما میگیم اوکی اون خداست. ولی چرا من واسه یه سریاتون میام تعریف میکنم که چه اتفاقاتی افتاده باور نمیکنین؟ میگه نه اینطوری نبوده، اونطوری نبوده. ولی به یه سری میگم یارو میگه این کسخله بابا، تتلو دیوونه است، تتلو رد داده، اصلا چیز منطقی نیست. خب درسته، آره تتلو رد داده، تتلو دیوونه است، هممون اینو میدونیم. و همه این داستان ها رو بخوایم یه فاکتور بگیریم، آقای امیر تتلو صلاحیت آزاد شدن، صلاحیت خانواده تشکیل دادن، بچه دار شدن و ادامه زندگی توی ایرانو نداره. نمیشه همچون چیزی هنوز توی ایران، توی فرهنگ ایران جا نیفتاده. چرا جا نیفتاده؟ چون آقا نیفتاده دیگه، ما توی جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم. من الان همین الانش که اینجا بدون روسری نشستم، هر لازم کنه داره بیان منو ببرن، پلیس فتو بیاد منو ببرن. چرا؟ چون توی فعالیت توی اینترنت بدون حجابی و پیج منو ببندن تموم بشه بره. این جمهوری اسلامیه، این جمهوری اسلامیه که من دارم میرم بیرون همین الانش با ترس اینجوری باید برم که منو نندازن تو ون نبرن. بعد این آقا با اون همه تتو و فلان اومده تو زندان، اومده تو دادگاه، اینطوری نشسته که آزادش کنین، کنسرت بذارین براش. خب چرا باید اینطوری باشه؟ چرا باید انقدر تبعیض قائل شین؟ چرا انقدر مثلا ادعای آزادی میکنین و ادعای فلان میکنین؟ من چرا نمیتونم با امنیت تو خیابون را برم؟ آره الان یه سریاتون میان میگن تو میخوای لخشی، تو میخوای فلان شی، تو میخوای الشی بلشی، نمیدونم. من همون سر ویدیویی که در مورد مهسا امینی گذاشته بودم کلی کتک خوردم، کلی داستان ها داشتیم که رفع شد. حالا من نمیخوام اون موضوع باز کنم چون اصلا قرار نیست در موردش صحبتی بشه هیچ وقت. یه اشاره کوچیک بود و پرونده‌ای که حالا درست کردن و اینا هم کاری بشون. اولی ته حرف من اینه که چرا موقعی که دارین میگین داستان اینطوریه، چرا موقعی که میگین مهسا امینی فلان، مهسا امینی چیه پشمام، آره چرا موقعی که میگین دخترای ما نباید آزادی داشته باشن، دخترای ما باید با حجاب باشن، دخترای ما باید فلان باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشن، از یه طرف دیگه همون جمهوری اسلامی میاد با این آقا میبنده و این آقا رو آزاد میکنه توی کشور، باز خودش رو بره کنسرت بذاره، نمیدونم نیو فیس بگیره، تشکیل خانواده بده، بچه بیاره توی این کشور. فکرش هم نمیدونم چرا همچین فکری میکنه. واقعا یه سریتون کاه توی سرتونه به جای عقل. من واقعا نمیدونم چی باید بهتون بگم. جلسه اول دادگاهش که شد، خب یه سریاتون گفتین آره تو به نامه می‌نویسی اینجوری می‌کنه اونجوری می‌کنم. ولی جلسه دوم چی؟ خواهرش که اون سری اومده بود گفته بود واسه نمیدونم چیز چی بهش میگن 12 اردیبهشت که میخواد عفو بهش بزنن آزادش کنن. عفو رهبری شاملش میشه، آزاد میشه این آدم. روانی دیوانه. این حکمی که این آقا داره رو، جرمی که این آقا کرده رو اگه یه آدم عادی میکرد 4 بار اعدامش میکردین، 4 بار اعدامش میکردین، هشتگ های خوشگل هم واسهش میذاشین، وکیل هم واسهش میگیم، دهن یارو رو هم سرویس میکردین. چون این آقا هنرمنده، چون این آقا آرتیسته، چون بالاخره واسه خودش به درجه خدا بودن رسیده، کاری باهاش نداریم. اوکی کاری باهاش نداریم. ولی چرا باید یه جوری با این آقا رفتار کنیم که واقعا فکر کنه خداست؟ نکنین این کارا رو، نکنین. ایشالله که همه چی به خوبی و خوشی پیش بره، همه چی تحت کنترل باشه. مرسی مرسی که تا اینجا ویدیو با مونین. بچه ها نظرتتون رو کامنت کنین، لایک سابسکرایب یادتون نره، شیر کنید ویدیو رو تا میتونین. و اینستا صدف اندرلاین الفتی با 2 آی منو همراهی کنید تو اینستا، اونجا هم یه تک و تک فعالیت داریم. مرسی مرسی، خیلی دوستتون دارم، میبوسم چهارای دور، خدافظ بچه‌ها.